سلام، من میخوام امروز درباره چند کلمه‌ای که معروف است به عربی توضیحاتی بدهم. شاید 4 یا 5 کلمه باشن. یکیش من نمیگم، هم ممکنه حرف باشه هم ممکنه کلمه باشه. یکیش لاه، یکی از این کلمات بله است یا بلی، و یکی هم کلمه السته، یکی هم کلمه توضیحاتیه در باره آیه اول سوره تکویر. امیدوارم که خیلی هم نشه. میخوام هرچی که بتونم از وقتم استفاده بکنم که زودتر و به قولی موجز بیانش بکنم. از بله شروع میکنم که بلی میگن، از بلی آمده در کتاب‌های لغت فارسی و این ریشه عربی داره. من زبان عربی را با زبان بختیاری مقایسه میکنم و بعد با زبان فارسی یا با هم توضیح میدم راجبشون. من میخوام بگم که قبل از اینه که اصلا زبانی به اسم زبان عربی درست بشه و معروف بشه، در سرزمین هایی که تحت تأثیر کشوری به نام ایران بودند و مناطق مختلفی هم بوده، از قدرتمندترین این مناطق یکی منطقه فارس بوده است و این فارسی که الان توی نقشه این ایران وجود دارد، این واقعا اگه بخوای مقایسهش کنی میتونی بگی که همین نقشه فعلی ایران همونقدر کوچیک شده که استان فارس کوچیک شده، و یعنی کوچیکش کردن به بهانه‌های مختلف، به سیاستمداران یا حکومت‌هایی که در ایران اومدن. قبل از این که راجع به زبان عربی صحبت بکنم، میخوام بگم که ایران یک کشور وسیع بوده و از قسمت‌های مختلف، مناطق مختلف، سرزمین‌های مختلف در این کشوری که ایران بود یا سرزمینی که ایران بود وجود داشته و شاهان ایرانی به این مناطق و این کشورها فشار نمی آوردند که زبانشان را تغییر بدهند به فارسی. اون موقع این فارسی کنونی هم نبوده، بلکه هر منطقه‌ای و تقریبا هر شهری، هر بخش روستایی، هر بلوکی که چیز بختیاری، جز تقسیمات بختیاری، اینا برای خودشون زبان، لهجه مخصوص داشتن که پادشاه ها و به اصطلاح خان ها اینها رو تحت فشار قرار نمی دادن که مثلا فرض کن یک کرد بخواد حتما زبان دولت رسمی ایران رو، البته من خیلی دارم خلاصه میگم، خیلی مثل مسخره میشه، بخواست مثلا فشار بیاره رو کردا که یا مثلا روی بلوچا که زبانتون تغییر بدین. هیچ همچی چیزی نبوده. چیزی به اسم دیکتاتوری زبانی وجود نداشته است. هرگز در ایران بر اساس تجربه های کشورداری که نتیجه چندین هزار سال بوده است. حالا میریم سر موضوعاتی که میخواستم صحبت کنم. من میخواستم حالا این روشن فکرهای قبل از ظهور اسلام هم روشن فکر عرب زبان بود، هم روشن فکر ایرانی که با اون چیزی که زبانشناس ها میگن پهلوی بوده است قبل از اینکه به فارسی کنونه بیاد. حالا هرچی، زبان بختیاری یکی از آن زبانهایی بوده است که به زبان عربهای نه همه دنیا، راجب قدیم فکر کنید که با عربهای موجود در سرزمین ایران، در کشور ایران همسایه بوده است. روشنفکرهای عرب و روشنفکرهای مثلا بختیاری زبان، اینها با هم صحبت داشتند، اینها مطالعه می‌کردند موضوعاتی که مطرح بود بین، یعنی توی همه کشور، و با هم زندگی می‌کردند و از این جهت لغت‌های زیادی از همدیگه استفاده کردن. من میخوام بگم که این به اصطلاح لغتنامه نویس‌های برای نسبت بیسواد ایرانی به علت ندانستن زبان، همون چیزی که بهش میگن پهلوی، که من بهش میگم بختیاری اون موقع، چون موضوع من همینه که رابطه بختیاری ها و عرب ها رو که خود توضیح بدم در رابطه با زبان، چون اطلاعی نداشتن، هر لغتی که مفهومش نمیدونستن، یا مثلا توی سطح مطالعاتشون نبود، برای اینکه اصلا اهل مطالعه نبودن، زود مینوشتن عربی، خیلی ساده، مثل مثلا الان خیلی چیزا، یا من دوست نداشتم اینطوری بشه ولی باید بگم، مثلا یک شاعر ترک که بسیار هم معروف است و به زبان فارسی هم شعرهای بسیار ارزنده‌ای گفته است، مثل اینکه یه شعری هم گفته راجب اینه که ابو 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 ابونمکی و ابونمکی و ایران رفت و حالا افتاد دست ابونمکی و حالا ای ابو 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 میاد، بو میاد. بعد یه آقای روشنفکر دیگری میاد اینو میخونه و لذت هم میبره از این که میخونش، که گفت دیدی گفت چی؟ گفت این ابوها اومدن همه جا رو گرفتن. هیچ شعوری و فکری و دانشی از زبانشناسی ندارن، بعد بیان اظهار نظر میکنن و حالا باید احترام بذاره آدم که چیزی نگه، چیزی بیشتری نگه. در رابطه با خود من میگم، مثلا ما در زبان موجود بختیاری که همان به نظر من تقریبا زبانیه که چندین هزار سال پیشم صحبت میشده، ما به او عربی میگیم بابا بابا باو بابا 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 با. ما شاید نزدیک به 20 تا واژه داریم به اصطلاح، اینم نمیخواستم حقیقتش لغت واژه رو استفاده بکنم، کلمه داریم که معنی پدر میده. من به هیچ وجه این کلمه ابو که در عربی هست، این از بختیاری گرفته شده است. حالا من توضیح میدم که چطوری. البته الان میخواستم چیزهای دیگه توضیح بدم، من از جمله بله است. من میخواستم از بله شروع میکنم، بعد اگه وقت شد تونستم همین موضوع بو رو هم مطرح میکنم. هر جا که گیر کردید میتونید از یه بختیاری زبان، مخصوصا اگر اهل مطالعه هم بوده باشد، خیلی خوبه که سوال بکنید، که ازش سوال بکنید، بگید آقا داره چی میگه، مثلا که من باشم. کلمه بدی از اول شروع میکنم، که وقتی که شما به یه پسر جوان بختیاری بگید مثلا اسمش علی باشه، بهش بگید اسم تو علیه، میگه بلی. یعنی وقتی که میگه بلی، یه به صورت مخفی قبل از ه دو چشم یا ه آخر کلمه میاد، قبل از بلی، نه اینکه بله حالا هیچ. ولی ما هم در بختیاری هم بله داریم، بله، هم بله، هم بهله داریم، هم بهله داریم، هم که ریشه اینها خیلی دیگه، مثلا بهله داریم و اینا از بیل میاد، بهله یعنی بگذار، یعنی اجازه میدهم، بگذار، اجازه دادن، قبول کردن، مورد تایید، یه گفتاری رو مورد تایید قرار دادن، یا یک جریان یا یک موضوعی رو مورد تایید قرار دادن. وقتی که یه مراسمی ما داریم به اسم بله برون که در سراسر ایران به اشکال مختلف اجرا میشه، مثلا خانواده های عروس داماد میان صحبت میکنن، به توافق بحث میکنن، حرف میزنن، به توافق میرسن و به نتیجه میرسن که این دختر و پسر مثلا با هم باید ازدواج بکنن، بهش میگن بهله برون، که در واقع همون که مثلا در همین که مصدر چیزش بله، هلش و بهلش و هشتن و هلشتن و هشتن و این چیز هست، که مثلا به عروس میگن بگو بله، یعنی بگو بله، یعنی بگذار، اجازه بده، قبول بکن. به داماد میگن بگو بله، آقا شما حاضرید با این آقا خانم ازدواج کنید، بگو بله، بله. به بختیاری مثلا ما میگیم، ما هم از همین مصدر بهل، بهلستن، ببخشید اشتباه کردم، هلشتن داریم، هیلشتن داریم که موجوده، یعنی من برای من همینقدر همینقدر واضحه که این لغت یه لغت بختیاری بوده است، که حالا مثلا اونهایی که به اصطلاح زبان شناسن میگن که پهلوی قدیم، پهلوی نمیدونم، من از بختیاری، از زبان بختیاری کنونی صحبت میخوام بکنم. حالا میخوام راجع به کلمه لا، که خیلی ها میگن آقا این کلمه لا دیگه من عربیه دیگه، ولی من میخوام بگم که این کلمه بختیاریه. مثلا ما در بختیاری کلمه بلا داریم، یعنی گم شد. مثلا من و شما میریم مثلا بازار، بعد من تو میری تو یه کوچه‌ای، بعد میبینمت، میگردم دنبالت پیدا نمی‌کنم، بعد میبینم، بعد میگم من شما رو بلا کردم، ببخشید بلاد کردم، یعنی من شما رو گم کردم. یکی که با که به و لا یعنی گم. مثلا کیفم گم شد، کیفم بلا شد. بعضی از لغت‌های عربی مثلا فرض کن لا، زبان بختیاری زبانیه که کلمات رو با جزهای مختلف جمع میکنه و از اونها یه کلمه جدید میسازه. مثلا لا ابالی، یعنی آدم لا ابالی، لا بختیاری یعنی نه، ابا یعنی ابا بو پدر، لیم یعنی پیش من، یعنی نزد من، یعنی لا ابالی یعنی من بی بوام. اگه بگه بچه مثلا فرض کن بگی آقایی بچه لا ابالیه یعنی کارهای بی‌تربیتی میکنه، مثلا کارهای نافرنگی میکنه، کارهای اشتباه میکنه، یا مثلا روداری در میاره یا هرچی. بلا یعنی گم شدن. یه لغتی ما داریم به اسم که اینا رو همین تیکی تیکی بختیاری ها گرفتن یا روشنفکرهای قدیم بختیاری گرفتن و از چون کلمه درست کردن. مثلا کلمه آواره در فارسی معروفه که میگن آقا آواره یعنی سرگردان، در بختیاری میگن بلاواره. حالا این معنیش یعنی چی؟ بلا یعنی گم شده، گم، وا یعنی با یا به، ره یعنی راه، بلاواره یعنی گم شده در راه. برید از بختیاری ها بپرسید این کلمه بختیاری است، این لا هم بختیاری است و عربی نیست. لغت های زیادی مثلا فلافلا، پلا پلا در بختیاری است، یعنی مثلا پراکنده، یا مثلا کلمه لام که با ضمه و فتحه و کسره استفاده میشه که مثل همون کلمه‌ای که توی الست هست، آیا نیستم من هست، الستو در بختیاری همین الان هم هست. مثلا لحد یعنی لخت که از دو کلمه نه حرف لام و هدن درست شده، لحد یعنی لخت، یعنی لحد است. لحد لا یعنی لخت اور، یعنی لحد لحد یعنی لخت لخت بدون هیچی. مثلا ما در نام بردن جنسی حیوانات هم از لا مثلا میگن، مثلا فرض کنید این کبوتره نره، بعد اون یکی نمیگن ماده، میگن لاس، لاس، لا و سین است. حالا میخواستم که بیا مثلا لغت های خیلی زیاده، مثلا فرض کن لاوارث، وارث یک فقط وارث یعنی که به عربی واه و سه سنخته ای در حقیقت واه با سین. کجا بودم؟ بله، وارث اصلش بختیاری از اینجا میاد که وا یعنی بایست که اگه یک توضیح بدم که اگه یه شخصی بمیره و مثلا یه نفر داشته باشه که وسایل و پول و حالا هر چیه اون شخص رو بهش تعلق بگیره، بهش میگن ای آقا وارث شخص مرده است، یعنی بایست وا یعنی بایست که رسه به اون دارایی و مال مرده، یعنی وارث با سه سنخته رو در واقع با سین اشتباه، یعنی اشتباه که نه، ولی خب از قصد چیز کردن که برای زبان در مورد زبان عربی به کار بره، استفاده بشه، که ازش مثلا کلمه ارث رو میگیرن، میراث رو میگیرن و غیره. در فارسی کلمه لاوارث رو که همش بختیاری، هم لاش هم وا هم رسش، یعنی بختیاری اینو میگن عربیه مثلا. حالا خب حالا من میخواستم برم سر لغت الست که میگن در عربی است، نیست و از این چیزا. اینا عین در بختیاری هم همونقدر که از توی عربی استفاده میکنن از است، تو بختیاری هم استفاده میکنن، یعنی خیلی کم، تقریبا خیلی خیلی واقعا کم. الست اش که یعنی ما تو بختیاری هم داریم، مثلا میگه اری بازار، یعنی آیا میروی بازار؟ غذا اخوری، آیا غذا میخوری؟ اش که آیا. لستش لامش، فقط لامش بختیاریه، همونطوری که گفتم مثل لهدلا و لاعبالی و این لغت هایی که توضیح دادن، بلاواره و بلا و لاعلاج و اینا، تمام لامذهب و لاکلا که اینا معمولی استفاده میشه. لستو هم بختیاری. توضیح میدم حالا. اگه شما از یه اینجاست. اگه شما از یه عرب زبان سوال بکنی که هل انت مدرسون، یا میگه نعم یعنی بله، یا میگه لا. اگه بگه لا، بعد حالا توضیح باید بده که چه کار است. میگه انا لستو، یا میگی ببخشید، یا مثبت میگی نعم، میگی انا مدرسون، یا میگی که نه نیستم، میگی انا لستو، یعنی نیستم. لستو با است لستو طالبان، من اگه از سوال بکنن که اگه بگی که نه من مدرس نیستم، میگی تا اشتباه کردم، میگی لا انا لستو مدرسن، یعنی من مدرس نیستم. اگه سوال بکنن که خب حالا همین بحثه، یعنی میخوام بگم که این لستو توی قرآن هم اومده، که من حالا میخوام همون چیزی که تو قرآن اومده توضیح بدم. سوره اعراف آیه 171. اولا خیلی باید توضیح بدم، یکی اینه که یکی از اولش میشه و از اولا که بختیاری ما نمیگیم از، ما میگیم از، یعنی از کلمه از، مثلا از اینجا تا آنجا، ما از نمیگیم، از میگیم از. تو عربی هم همونطوری اومده از. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی من خوبم، خیلی هم خوب بلد نیستم سریع بخونم، این سعی میکنم سریع بخونم. و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلی، این همون بلیی که بختیاریه، قالو بلی شاهدنا ان تقولو الیوم القیامه انا کنا ان هادا غافلین. از اول یکی یکی میگه از، یعنی از اون از وقتی که ترجمهش از اخذ ربکم، از وقتی که گرفت رب تو از بنی آدم از پشتهای ایشان ذریتشان و از آنها گواهی گرفت و اشهدهم علی انفسهم، از خودشان، از اشخاص خود، از خودشان گواهی گرفت که الستو بربکم، آیا من الستو، اینا هم ل هم ا هم ست، اینا همش بختیاری، الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم. قالو بلی، شما از یه بختیاری سوال بکنید اسمت کیه؟ محمدی؟ بلی. شهدن نا انا تقول الیوم القیامه، که میگیم که یوم القیامه انا کنا ان هاده غافلین، من راجب انا، راجب کنا، تمام اینها از بختیاری گرفته شده، میتونم توضیح بدم، ولی حالا میخوام یه خورده برم جلوتر چون خیلی چیز دارم که بگم. خب یه چیز دیگه هم داشتم که راجب سوره تکویر بود، همین راجب از، چون از رو گفتم میخوام بگم، شاید کوتاهش بکنم هم بهتره چون خیلی میشه، خیلی دارم بخوام توضیح بدم. سوره تکویر یعنی سوره تکویر یه سوره است، اولش اینطوری شروع میشه، از یعنی وقتی که از یعنی از یه وقتی تا یه وقتی دیگه، از شمس و کبرت، از یعنی از اون موقعی که شمس در بختی، اولا که قرآن یعنی قرآن یعنی قر خدا، این قره یعنی هی بد میگه این کارو بکن و کارو نکن، این کارو بکن و کارو نکن، این کارو بکن و کارو نکن، اینطوری رفتار کن، این قرآنه. حالا این بختیاری‌ها به شم به 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 بعد از ظهر و شب میگن شم، مثلا بعد حالا به شم هم میگن شم، نمیگن شمع، به هیچ وجه میگن شم. حالا از شمس یعنی خورشیدش، یعنی شمع خدا که خورشیده، از شمس کبرت، برید از نحو شناسای عربی بپرسید که کبرت معنی چی میده. کبرت یعنی از شمس یعنی کور بشود. در بختیاری وقتی که شما یه تشی دارید، ببخشید یه آتش دارید، مثلا غذاتون رو پختید، حالا میخواید بگید که آقا برو آتش خاموش کن، میگی یا میخوای دستور بدی، یا مثلا یکی بهت میگه مثلا برو آتش کور کن، همین لغت که و واو و ر، این ته هم که توضیح میتونم بدم ولی الان وقت نیست براش، ولی وقتی که میخوان یه فعل رو مجهول بکنن حرف اولشو ضمه میدن، حرف دومشو یعنی وقتی بر وزن فعله باشه یا حرف دومشو کسره میدن، حرف سومش هم فتحه اگه هست یا هرچی میمونه، یعنی از کورکن ازا شمس شمس یعنی شمع خدا، شمع او، به بختیاری پیرنس شمس لواساس، این سه استفاده کردن یعنی. حالا میتونید از بختیاری ها پرسید چون من نمیشه توضیح خیلی زیاد بدم، خسته کننده میشه. شاید جالب باشه از یه بختیاری بپرسید وقتی که خورشید شمس یعنی شمع خدا تیغ بزرگه کور بشه، یعنی خاموش بشه، یعنی بی فروغ بشه، این هم میخواستم توضیح بدم. حالا یه چیز دیگه هم میخواستم توضیح بدم که مثل که خیلی زیاد میشه، ولی لا به معنی که همون قبلش توضیح دادم، لا به معنی بدونه هم معنی میده. مثلا میگی به بختیاری میگی یا ولا، یعنی یک بار ولا و بس، یعنی یک بار فقط، یعنی فقط یک بار. یا مثلا خیلی هست، مثلا لات. خب چیزهای دیگه هم هست. حالا چون صحبت موضوع قرآنی، کلمه آیه، فقط کلمه آیه، کلمه آیه از بختیاری گرفته شده که می آید، در بختیاری می آید، آیه می آید. حالا من فکر می کنم که چون خودم هم یه خورده چیز خسته شدم، میخوام پایان بدم، ولی بعداً اگه فرصت پیش اومد دوباره همینطوری لغت هایی که چیزهایی که دارم خیلی دارم هی سر فرصت میشینم توضیح میدم. خب خیلی ممنون، خداحافظ شما.